تنش ها تا مرحله انشاء به جمعیت بالا گرفت. عطا محمد نور. صلاح الدین ربانی برای دو ماه سرپرست انتخاب شده بود. احمد مسعود در حمایت از صلاح الدین ربانی. تعداد خائنین پا از موزه کشیدند و میخواهند جسد بیجان جمعیت را ببینند. جمعیت و حماقت رهبران در برابر سیاست مداران. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. عطا محمد نور. ربانی برای دو ماه سرپرست انتخاب شده بود. والی پیشین بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی میگوید که صلاح الدین ربانی برای دو ماه سرپرست این حزب انتخاب شده بود، اما اعضای جمعیت برای 9 سال حوصله کردند. او مدعی شده است که ربانی و احمد ضیا مسعود قدرت را در حزب جمعیت در انحصار گرفتند. آقای نور به تازگی در مصاحبه با بی بی سی گفته است که پس از کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح، اعضای حزب جمعیت صلاح الدین ربانی را در سال 2011 برای مدت دو ماه به عنوان سرپرست تعیین کردند. او افزوده است که آقای ربانی در مدتی که حزب جمعیت را رهبری کرده هیچ کاری نکرده و حتی کمیته های فعال شده را ملغا و دفتر حزب را از ساختمان بزرگ به یک مکان کوچک انتقال داده است. والی پیشین بلخ در ادامه مدعی شده است که صلاح الدین ربانی و احمد ضیا مسعود معاون پیشین رئیس جمهور قدرت حزب جمعیت را در انحصار گرفته و کس دیگری را به کار کردن نمی گذارند. احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود. پیام او درباره حزب جمعیت اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. همانا که تمام مردم افغانستان در جهاد نقش بازی کردند، جمعیت اسلامی هم من حیث یک حزب مردمی از بطن افغانستان در جهاد از خود کارنامه های درخشان بجا گذاشت. پس از سقوط دولت کمونیستی و پیروزی مجاهدین، مسئولیت بسا بزرگ و تاریخی بردوش جمعیت اسلامی افغانستان گذاشته شد که بر شانه های رهبر خردمند شهید صلح پروفسور استاد برهان الدین ربانی و قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود حمل می گردید. بعد از عقب نشینی از کابل و تجاوز سیاه از شرق، باز هم جمعیت اسلامی با تدبیر و سختی از تنگی ها عبور کرد و به سلامت عبور کرد تا اینکه فصل جدید در تاریخ کشور گشوده شد و قهرمان شهید شد. و باز هم پروفسور خردمند با تکیه به خدا گام های سنجیده می برداشت تا اینکه در کنفران سرنوشت ساز در تاریخ افغانستان در راه اندازی بود و رهبر از اهمیت، خطرات و مزایای آن رفع مسئولیت کرد و دین تاریخی خود را ادا کرد. ولی متاسفانه به هشدارهای رهبر گوش داده نشد و آن جدی گرفته نشد و تصامیم یا خودسر یا دکته شده گرفته می شد تا اینکه کنفرانس خلاف خواست رهبر پایان یافت که ضربات آن را امروز مجاهدین لمس می کنند. ولی با آن هم بسنده نکردند و هوای قدرت، ثروت، تعقل را از آنان فلج کرده و اعضای جمعیت در فکر ایجاد اعضای حزب مستقل افتادند و از بطن جمعیت احزاب مختلف مستقل ایجاد شد که می توان گفت سنگ افتراق جمعیت اسلامی را اساس گذاشتند. و در تعاملات سیاسی تصامیمی که به اساس منفعت شخصی بود اتخاذ می گردید که تا امروز سوال برانگیز است که این تصامیم از کدام سفارتخانه و یا اداره بالای اعضای ناپایدار جمعیت تحمیل می شد و از آن هم گذشته کمر را علیه برنامه های استاد شهید بسته کردند و چندین ضربات مهلک را در انتخابات های ریاست جمهوری بر کمر رهبر جمعیت وارد کردند
تا اینکه استاد رفت و شهید شد. بعد از شهادت استاد، عاملین افتراق جمعیت و مجاهدین در صدد تخریب خانواده استاد شهید و خانواده قهرمان ملی موضع اسپا کشیدند و اکنون که اوضاع کشور به مراتب خطیرتر از هر دوره و زمان دیگر است و جمعیت اسلامی افغانستان کوتاه‌ترین نفس‌های خود را می‌کشد و بیشتر از هر زمان به اتحاد و یکپارچگی نیاز دارند، دیده می‌شود که آزموده شدگان هنوز هم دلشان خنک نشده، خواهان شاهد بودن جسد بیجان جمعیت اسلامی افغانستان هستند. و جالبتر از همه، همین مهره های آزموده شده دعوای زعامت جمعیت اسلامی را هم دارند، در حالی که رهبر چندین احزاب دیگر هم هستند. این در حالی است که جمعیت اسلامی افغانستان تحت رهبری فرزند رشید استاد ربانی، جناب صلاح الدین ربانی قرار دارد. تشکر احمد مسعود. جمعیت و حماقت رهبران در برابر سیاست مداران. در اقدام کودتاگونه، ناشایست و غیر اصولی، حزب تقریبا تجزیه شده. جمعیت به برکناری صلاح الدین ربانی اقدام کردند. به معنی این نیست که اکثریت انسانهای معروف حزب چنین نظری دارند و آن درست است. اگر اکثریت مردان و زنان سرزمین دست به اقدامات غیر اخلاقی و خلاف اصولی می زنند، به معنای قانونی کردن و درست بودن آن نیست. اگر این افراد، یعنی عطا محمد نور، امیر اسماعیل خان، کلیم الله نقیبی، محمد یونس قانونی، استاد عنایت الله شاداب، عبدالستار مراد، حاجی حضرت علی، فضل کریم ایماق، بسم الله محمدی، استاد شیر محمد، مقصود حیدری، جنرال باز محمد احمدی، بصیره سلطانی، قاضی غلام فاروق شیرزادی، سید اعلی هاشمی، عبدالشکور واقف حکیمی، استاد اجرالدین اقبال، مولوی عبدالعزیز عزیزی، عبدالحهد سلطان زوی، حلیمه عسکری، انجینیر عجب گل، دکتر محیدین مهدی، عبدالحفیظ منصور، معلم عبدالخالق مجاهد، مولوی شفیع الله نورستانی، استاد فضل کریم بصیرت، استاد عبدالمالک هموار، جنرال عبدالبصیر سالنگی، نوررحمان اخلاقی، جنرال عبدالخالق علمخان آزادی، مولوی اسدالله جمالی، قاری غلام محمد مسعون، حسام الدین طالقانی، سید احمد قتالی، عنایت الله نظری، سید ناصر یعقوبی، قاضی عبدالباره، قاری حیات الله، حسین شاه رحمانی، دکتر شمس الحق آریانفر، حاجی محمد رحیم ایوبی، کمال الدین حامد، استاد واصل نور محمد، حاجی محمد انور باوری، جنرال ضیاءالدین دلدار، عبدالواحد خراسانی. در اقدام کودتاگونه، ناشایست و غیر اصولی حزب تقریبا تجزیه شده جمعیت و برکناری صلاح الدین ربانی اقدام کردند. به معنی این نیست که اکثریت انسانهای معروف حزب چنین نظری دارند. اختلافات میان عطا و صلاح الدین به زمان کمپین انتخابات برمیگردد که عطا از اطمر و صلاح الدین از عبدالله حمایت کردند و این اختلافات بعد پذیرفتن حاکمیت تقلبی غنی توسط عبدالله شدت گرفت و بیشتر عامیان صلاح الدین ربانی از این شکست آزرده خاطر شدند و در کودتایی که بر رهبری عطا بر علیه صلاح الدین گرفته شرکت کردند. البته رفت و آمد عطا برگ و تحریک آن به این کودتا توسط یک عده دشمن دوست نما بی تاثیر نبود. اگر از دنیای تعصب، انتقام گونه، فضای انتخابات، محل، قوم و زبان بیرون بیاییم، وارد دنیای سیاست گردیم، باید بپذیریم نه تصمیم صلاح الدین در حمایت از عبدالله با توجه به سابقه اش درست بود و نه تصمیم شرکت این افراد در کودتا بر علیه صلاح الدین درست است. در واقع حزب جمعیت اشتباه پشت اشتباه انجام می دهد و این داستان اشتباهات را 20 سال است تکرار می کند و هیچ درسی از این اشتباهات نمی گیرد. ادامه برکناری های حزب جمعیت اسلامی در پی واکنش ربانی ممکن است انشاب کلید بخورد. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار.